خدایا، از تو درخواست می کنم به رحمتت که همه چیز را فرا گرفته و به نیرویت که با آن بر هر چیز چیره گشتی و در برابر آن هر چیز فروتنی کرده و همه چیز خار شده و به نیروی مطلقت که با آن بر همه چیزی برتری یافتی و به تواناییت که چیزی در برابرش تاب نیاورد و به بزرگیت که همه چیز را پر کرده و به پادشاهیت که برتر از همه چیز قرار گرفته و به ذاتت که پس از نابودی همه چیز باقی است و به نامهایت که پایه های همه چیز را انباشته و به دانشت که بر همه چیز احاطه کرده و به نور ذاتت که همه چیز در پرتو آن تابنده شده. ای نور، ای پاک از هر عیب، ای آغاز هر آغاز و ای پایان هر پایان، خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که پرده معصومیتم می‌درد. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که کیفرها را فرو می بارند. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که نعمتها را دگرگون می سازند. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که دعا را از اجابت باز می دارند. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که بلا را نازل می کند. خدایا بیامرز برایم همه گناهانی را که مرتکب شدم و تمام خطاهایی که به آنها آلوده گشتم. خدایا با یاد تو به سویت نزدیکی می جویم و از ناخشنودی تو به درگاه خودت شفاعت می طلبم و از تو می خواهم به بخشندگیت مرا به بارگاه قرب خیش نزدیک گردانی و سپاس خود را در دلم اندازی و یادت را به من الهام کنی. خدایا از تو درخواست می کنم، درخواست بنده‌ای فروتن خار افتاده که با من مدارا نمایی و به من رحم کنی و به آنچه روزیم نموده‌ای خوشنود قانع بداری و در تمام حالات در عرصه فروتنیم قرار دهی. خدایا از تو درخواست می کنم، درخواست کسی که سخت تهیدست شده و بار نیازش را به هنگام گرفتاری ها به آستان تو فرود آورده و میلش به آنچه نزد توست فزونی یافته. خدایا فرمان روایت بس بزرگ و مقامت والا و تدبیرت پنهان و فرمانت آشکار و کوبندگیت چیره و قدرتت جاری و روان و گریز از حکومتت نشدنی است. خدایا آمرزنده ای برای گناهانم و پرده پوشی برای زشتکاری هایم و تغییر دهنده ای برای کار زشتم به زیبایی جستو نمییابم. معبودی جستو نیست، پاک و منزهی و به ستایشت برخواستم، به خود ستم کردم و از روی نادانی جسارت و دلیری کردم و به یاد دیرینت از من و بخششت بر من به آرامش نشستم. خدایا ای سرور من، چه بسیار زشتی مرا پوشاندی و چه بسیار بلاهای سنگین و بزرگی که از من معاف کردی و چه بسیار لغزشی که مرا از آن نگه داشتی و چه بسیار ناپسندی که از من دور کردی و چه بسیار ستایش نیکویی که شایسته آن نبودم و تو در میان مردم پخش کردی. خدایا
بلایم بزرگ شده و زشتی حالم از حد گذشته و کردارم بی لیاقت و بی خبرم ساخته و زنجیرهای گناه مرا زمینگیر کرده و دوری آرزوهایم مرا زندانی ساخته و دنیا با غرورش و نفسم با جنایتش و امروز و فردا کردنم مرا نسبت به تو فریفته. ای سرورم، از تو درخواست می کنم به توانمندیت که مانع نشود از اجابت دعایم به درگاهت بدی عمل و زشتی کردارم و مرا با آنچه از اسرار نهانم می دانی رسوا مسازی و در کیفر آنچه در خلوتهایم انجام دادم از زشتی کردار و بدی رفتار و تداوم کوتاهیم در وظایف و نادانی و بسیاری شهواتم و بیخبریم شتاب نکنی. خدایا با من در همه احوال مهرورز باش و بر من در هر کارم بدیده لطف بنگر. خدایا پروردگارا، جز تو کرا دارم تا برطرف شدن ناراحتی و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم. خدای من و سرور من، حکمی را بر من جاری ساختی که هوای نفسم را در آن پیروی کردم و از فریب کاری آرایش دشمنم نهراسیدم، پس مرا به خواهش دل فریفت و بر این امر اختیار و اراده ام یاریش کرد. پس بدین سان و بر پایه گذشته هایم از حدودت گذشتم و با برخی از دستوراتت مخالفت کردم، پس حجت در همه اینها فقط برای توست و مرا هیچ دلیل و حجتی نیست در آنچه بر من از سوی قضایت جاری شده و فرمان و آزمایشت ملزمم نموده. ای خدای من، اینک به پیشگاهت آمدم پس از کوتاهی در عبادت و زیاده روی در خواهش‌های نفس، عذرخواه، پشیمان، شکست دل، جویای گذشت، طالب آمرزش، بازگشت کنان با حالت اقرار و اذعان و اعتراف به گناه، بی آن که گریزگاهی از آنچه از من سرزده بیابم و نپناهگاهی که به آن روی آورم پیدا کنم، جز این که پذیرای عذرم باشی و مرا در رحمت فراگیرت بگنجانی. خدایا پس عذرم را بپذیر و به بدحالیم رحم کن و از بند محکم گناه رهایم ساز. پروردگارا، بر ناتوانی جسمم و نازکی پوستم و نرمی استخوانم رحم کن، ای که آغازگر آفرینش و یاد و پرورش و نیکی بر من و تغذیه‌ام بوده ای. اکنون مرا ببخش به همان بزرگواری نخستت و پیشینه احسانت بر من. ای خدای من و سرور و پروردگارم، آیا مرا به آتش دوزخ عذاب کنی پس از اقرار به یگانگیت و پس از آن که دلم از نور شناخت تو روشنی گرفت و زبانم در پرتو آن به ذکرت گویا گشت و پس از آن که درونم از باور به تو لبریز شد و پس از مخلص بودنم در اعتراف و درخواست متواضعانم در برابر پروردگاریت؟ باور نمی کنم، چون بسیار بعید است و تو بزرگوارتر از آن هستی که پروردت را تباه کنی یا آن را که به خود نزدیک کرده ای دور کنی یا آن را که پناه دادی از خود برانی یا آن را که خود کفایت نموده ای و به او رحم کردی به موج بلا واگذاری. ای کاش می دانستم
ای سرورم و معبودم و مولایم، آیا آتش را بر صورتهایی که برای عظمتت سجده کنان بر زمین نهاده شده چیره می کنی؟ و نیز بر زبانهایی که صادقانه به توحیدت و به سپاست مدح کنان گویا شده و هم بر دلهایی که بر پایه تحقیق به خداوندیت اعتراف کرده و بر نهادهایی که معرفت به تو آنها را فرا گرفته تا آنجا که در پیشگاهت افتادگی کرده و به اعضایی که مشتاقانه به سوی پرستشگاه هایت شتافتند و اقرار کنان جویای آمرزش تو بودند. شگفتا این همه را به آتش می سوزانی. هرگز چون این گمانی به تو نیست و از فضل و احسان تو چون این خبری داده نشده. ای بزرگوار، ای پروردگار، و تو از ناتوانیم در برابر اندکی از غم و اندوه دنیا و کیفرهای آن و آنچه از ناگواری ها بر اهلش می گذرد آگاهی. با آنکه این غم و اندوه و ناگواری درنگش کم، بقایش اندک و مدتش کوتاه است، پس چگونه خواهد بود تا بتوانم در برابر بلای آخرت و فرود آمدن ناگواری ها در آن جهان بر جسم و جانم و حال آنکه زمانش طولانی و جایگاهش ابدی است و تخفیفی برای اهل آن بلا نخواهد بود، چرا که مایه آن بلا جز از خشم و انتقام و ناخشنودی تو نیست و این چیزی است که در برابرش آسمان ها و زمین تاب نیاورند. ای سرور من، تا چه رسد به من؟ به حال آنکه من بنده ناتوان، خار و کوچک، زمینگیر و درمانده تو هم. ای خدای من و پروردگار و سرور و مولایم، برای کدام یک از دردهایم به حضرتت شکایت کنم و برای کدامین گرفتاریم به درگاهت بنالم و عشق بریزم؟ آیا برای دردناکی عذاب و سختیش یا برای طولانی شدن بلا و زمانش؟ پس اگر مرا در عقوبت و مجازات با دشمنانت قرار دهی و بین من و اهل عذابت جمع کنی و میان من و عاشقان و دوستانت جدایی اندازی، ای خدا و آقا و مولا و پروردگارم، بر فرض که بر عذابت شکیبایی ورزم، ولی بر فراقت چگونه صبر کنم و گیرم؟ ای خدای من، بر سوزندگی آتشت شکیبایی کنم، اما چگونه چشم انداختن به بزرگ منشی و سخاوتت را تاب آورم؟ یا چگونه در آتش سکونت گزینم و حال آنکه امید من گذشت و چشم پوشی توست؟ پس به توانمندیت ای آقا و مولایم سوگند صادقانه می خورم، اگر مرا در سخن گفتن آزاد بگذاری در میان اهل دوزخ به پیشگاهت سخت ناله سردهم همانند ناله آرزومندان و به درگاهت بانگ بردارم همچون بانگ آنان که خواهان دادرسی هستند و هر آینه به آستانت گریه می کنم چون آنان که مبتلا به فقدان عزیزی می باشند و هر آینه صدایت می زنم کجایی سرپرست مؤمنان؟ آری کجایی نهایت آرزوی عارفان؟ ای فریاد رس خواهندگان فریاد رس، ای محبوب دلهای راستان، ای معبود جهانیان، آیا این چنین است ای خدای منزه و ستوده که در دوزخ بشنوی صدای بنده مسلمانی که برای مخالفتش با دستورات تو زندانی شده و مزه عذابش را به خاطر نافرمانی چشیده و میان درکات دوزخ به علت جرم و جنایتش محبوس شده
و حال آن که در درگاهت سخت ناله می زند، همچون ناله آن که آرزومند رحمت توست و با زبان اهل توحیدت تو را می خواند و به ربوبیتت به پیشگاهت توسل می جوید. ای مولای من، چگونه در عذاب بماند و حال آن که امید به بردباری گذشتت دارد؟ یا آتش چگونه او را به درد آورد در حالی که بخشش و رحمت تو را آرزو دارد؟ یا چگونه شعله آتش او را بسوزاند در حالی که فریادش را می شنوی و جایش را می بینی؟ یا چگونه آتش او را در بر بگیرد و حال آن که از ناتوانیش خبر داری؟ یا چگونه در طبقات دوزخ به این سو و آن سو کشانده شود در حالی که راستگویش را می دانی؟ یا چگونه فرشته های عذاب او را با خشم برانند و حال آن که تو را به پروردگاریت می خواند؟ یا چگونه ممکن است بخششت را در آزادی از دوزخ امید داشته باشد و تو او را در آنجا به همان حال واگذاری؟ همه این امور از بند نوازی تو بس دور است، هرگز گمان ما به تو این نیست و نه از فضل تو چنین گویند و نه به آنچه از خوبی و احسانت با اهل توحید رفتار کرده ای شباهتی دارد. پس به یقین می دانم که اگر فرمانت در به عذاب کشیدن منکرانت نبود و دستورت به همیشگی بودن دشمنانت در آتش صادر نمی شد، هر آینه سر تا سر دوزخ را سرد و سلامت می کردی و برای احدی در آنجا قرار و جایگاهی نبود. اما تو که نامهایت مقدس است، سوگند یاد کردی که دوزخ را از همه کافران چه پری و چه آدمی پرسازی و ستیز جویان را در آنجا همیشگی و جاودانه بداری و هم تو که ثنایت برجسته و والاست به این گفته ابتدا کردی و با نیکی و محبت و لطف بزرگ منشی فرمودی که آیا مؤمنان اهل عبادت مانند کسانی هستند که منحرف و نافرمانند؟ نه، هرگز این دو گروه مساوی نیستند. ای خدا و سرور من، از تو خواستارم به قدرتی که مقدر کردی و به فرمانی که حتمیتش دادی و استوارش ساختی و بر کسی که بر او اجرایش کردی چیره کردی، که در این شب و در این ساعت بر من ببخشی هر جرمی که مرتکب شدم و هر گناهی که به آن آلوده گشتم و هر کار زشتی را که پنهان ساختم و هر نادانی و جهلی که آن را به کار گرفتم، خواه پنهان کردم یا آشکار، نهان ساختم یا عیان، و هر کار زشتی که دستور ثبت آن را به نویسندگان بزرگوار دادی، آنان که بر ضبط آن چه از من سرزنت گماشتی و آنان را نیز گواهانی بر من قرار دادی، علاوه بر اعضایم و خود فراتر از آنها مراقب من بودی و شاهد بر آنچه از آنان پنهان ماند و به یقین با رحمتت پنهان ساختی و با احسانت پوشاندی. و این که از تو میخواهم از هر چیزی که نازل کردی یا احسانی که مرحمت نمودی یا بر و نیکی که گستردی یا رزقی که گسترش دادی یا گناهی که بیامرزی یا خطایی که بپوشانی، پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا. ای خدای من، ای سرور من، ای مولای من و اختیار دارم، ای کسی که مهارم به دست اوست، ای آگاه از پریشانی و ناتوانیم، ای دانای تهی دستی و ناداریم، پروردگارا، پروردگارا،
پروردگارا، از تو درخواست میکنم به حقت و قداست و پاکیت و بزرگترین صفات و نامهایت که همه اوقاتم را از شب و روز به یادت آباد کنی و به خدمت گذاریت پیوسته بداری و اعمالم را در پیشگاهت پذیرفته قرار دهی، تا آنکه اعمال و ارادم هماهنگ و همسو و همه ورد واحدی باشد و حالم در خدمت تو پاینده گردد. ای سرور من، ای آن که بر او تکیه دارم، ای آن که شکایت حالم را تنها به سوی او برم، ای پروردگارم، ای پروردگارم، ای پروردگارم، اعضایم را در راه خدمتت نیرو بخش و دلم را بر عزم و همتت محکم کن و کوشش در راستای پروایت و دوام در پیوستن به خدمتت را به من ارزانی دار، تا به سویت در میدانهای پیش تازان برانم و به سویت در میان شتابندگان بشتابم و مشتاقانه به سوی قربت در میان مشتاقان قرار گیرم و همانند مخلصان به تو نزدیک شوم و چون یقین آوردگان از جا و عظمت تو بهراسم و با اهل ایمان در جوارت گرد آیم. خدایا، هر کس مرا به بدی قصد کند تو قصدش کن و هر کس با من مکر ورزد تو نسبت به او چاره سازی کن و مرا از بهر من ترین بندگانت نزد خود و نزدیک ترینشان در منزلت به تو و ویژه ترینشان در رتبه به پیشگاهت بگردان، زیرا این همه به دست نیاید جز به فضل و احسان تو. خدایا، با جودت به من جود کن و با بزرگواریت به من نظر انداز و با رحمتت مرا نگاه دار و زبانم را به ذکرت گویا کن و دلم را به محبتت شیفته و شیدا فرما و بر من منت گذار با پاسخ نیکویت و لغزشم را نادیده انگار و گناهم را ببخش، زیرا تو بندگانت را به بندگی فرمان دادی و به دعا و درخواست از خود دستور دادی و اجابت دعا را برای آنان ضامن شدی. پس ای پروردگار، من فقط روی به سوی تو نهادم و دستم را تنها به جانب تو دراز کردم، پس تو را به عزتت سوگند می دهم که دعایم را مستجاب کنی و مرا به آرزویم برسانی و امیدم را از احسان و فضلت ناامید نکنی و شر دشمنانم را از پری آدمی از من باز داری. ای خدایی که به سرعت از بندت خوشنود می شوی، بیامرز آن را که جز دعا مالک چیزی نیست، همانا تو هرچه بخواهی انجام می دهی. ای آن که نامش دوا و یادش درمان و طاعتش توانگریست، رحم کن به کسی که سرمایهش امید و ساز و برگش عشق ریزان است. ای گسترش دهنده نعمتها، ای دور کننده بلاها، ای روشنی بخش وحشت زدگان در تاریکی ها، ای دانای ناموخته، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و با من چنان کن که شایستش هستی و درود و سلام فراوان خدا بر پیامبرش و بر امامان خجسته از خاندانش.